سرمربی تیم پوهانگ. توپ رو بلند میفرستن به روی دروازه، ضربه سر اول رو کاسترو میزنه، حسینی به دنبال توپ هست، نباید خطایی رو اونجا انجام بده، توپ از محوطه جریمه دور شده. حالا با توپ رو بفرستن به دروازه، معتاد که توپ فرستاد، یه موقعیت عالی و توپی که درون دروازه قرار میگیره. غافلگیر شدن مدافعین ما و فشار اولیه تیم پوهانگ واقعا زیاد بود. دروازه تیم ذوب‌آهن ایران باز میشه. خوشحالی زاهدالوصف بازیکنان تیم کره رو ملاحظه بکنید. از این زاویه ببینید که چطور سه مدافع ما اونجا قرار داشتن، کاملا حرکت اوورلپ رو انجام داد، دور زد و پشت مدافعین ما صاحب توپ شد. این ارسال پاس به بیرون و ضربه تمام کننده ای که کاری از دستان شهاب گردان هم بر نمی اومد. کیم جایسونگ بازیکن شماره 7 تیم پوهان از همونجا با یک ارسال بلند توپ رو میرسونه به پشت محوطه جریمه. 80 دقیقه بازی سپری شده. ایگور کاسترو، حدادی فر، توپ روی پای چپش هست، منطقه بازی رو عوض میکنه. ماهینی تازه وارد باید توپ رو بفرسته بروی دروازه، این کار رو انجام میده. بازم جایگیری خوب مدافعین کره اجازه کار به بازیکنان ما نمیده. حدادی فر یه پاس عالی، موقعیت برای خلط ولی و توی دروازه، گل برای ذوب‌آهن. دقیقه 80 بازی، ذوب‌آهن بازی رو به تساوی میکشونه. محمد رضا خلطبری زننده گل مساوی برای ذوب‌آهن در مقابل پوهانگ کره جنوبی. این نتیجه ذوب‌آهن رو به مرحله بعد میرسونه. لحظاتی بود که ذوب‌آهن فشار زیادی رو روی دروازه تیم پوهانگ می آورد. واقعا خوشحال است محمد رضا خلطبری، فوق‌العاده کار کردن روی این صحنه. بازم کره‌ای‌ها توپ اول رو دفع کردن، اما یه پاس تودر فوق‌العاده از بازیکنان ذوب‌آهن، عالی بود کار محمد رضا خلطبری و چه ضربه ای زد با زاویه روی زمین. هیچ دروازه‌بانی نمیتونه اینجور توپ‌ها رو دفع بکنه و برشک خوشحالی منحصر به فرد خلطبری و گل مساوی. 10 دقیقه نفس